نماز بی ولایت. نماز بی ولایت بی نمازی است، نماز بی ولایت بی نمازی است، تعبد نیست و نوعی حق بازی است، تعبد نیست و نوعی حق بازی است. بینندگان عزیز، آنچه که مشاهده نمودید غلو این مداح افراطی است که نماز حدود 1.5 میلیارد مسلمان جهان را باطل و حق بازی می داند، تنها به دلیل قبول نداشتن ولایت خیالی. آیا می توان این ولایت افسانه‌ای را از قرآن و سنت اثبات نمود؟ و آیا امیر مؤمنان علی رضی الله عنه نمازهای پنجگانه را در غیر سفر 3 وقت می خوانده است؟ اصلاً خود ایشان رضی الله عنه ولایت قضایی خیش را قبول داشته است؟ چون این شرطی را که نه در قرآن و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد، این آقا از کجا آورده است؟ نماز بی ولایت بی نمازی است، نماز بی ولایت بی نمازی است، تعبد نیست و نوعی حق بازی است، تعبد نیست و نوعی حق بازی است. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. همانا من الله یگانه هستم که هیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد، پس تنها مرا عبادت و پرستش کن و نماز را برای یاد من برپا دار. و می فرماید آنان رستگار شدند، آنان که در نمازهایشان خاشعند و آنان که از کارهای بیهوده روی گردانند و آنان که زکات را می پردازند و آنان که حافظ شرمگاه‌هایشان هستند جز بر همسرانشان و کنیزانشان که در این صورت سرزنش نمی شوند. پس کسانی که در پی راه دیگری باشند تجاوزکارند و آنان که امانتها و پیمانهایشان را رعایت می کنند و آنان که بر نمازهایشان محافظت می نمایند، ایشان وارثان بهشت برین هستند که بهشت را به دست می آورند و در آن جاودانه اند.
پس ملاحظه فرمودید که در قرآن کریم برای نماز شرط ولایت ذکر نکردیده است. حال این مدّاه بر اساس کدام تخیل چون این سوژه‌ای ساخته معلوم نیست.